سلام و درود به شما دوستان عزیزم، امیدوارم که هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه. دوستان امروز اومدیم پارکینگ یک بابلسر که یک قدمی بزنیم و من یک سری خونه ها رو بهتون نشون بدم و یه قیمتی بگم برای اینکه شما اگر اومدین اینجا خواستین شب بمونید چقدر باید پول اجاره بدید. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتونم بفرستید و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، یک سری توضیحات بهتون میدم که اگر خواستین اینجا بمونید سرتون کلاه نره. یک نکته رو در نظر بگیرید که پارکینگ ها آب قابل شرب ندارند و آب چاهه و برای اینجا بخواید شب بمونید باید آب معدنی استفاده کنید. اینجا خونه های رو به دریاش چون که تایم مدارس هستش شلوغی نداره، به خاطر همین قیمت های خود پایین تره و به شما هم پیشنهاد میکنم توی همین تایم ها بیاین چون هتل ها تمیزتر و بهتره. الان مثلا این طبقه دوم شما که من قیمت گرفتم قیمت 1300، شب 1300 گفتن و تقریبا میشه گفت حالت متوسط هم بودش، رو به دریا ویو و اینکه دو خواب هم هست و شما میتونید نگاه استراحت کنید توی همین هتل. جلوتر هم بودش قیمت 1 تومن، 800 تومن و حتی بیشتر، یه اون بستگی به بودجهتون داره و تعداد نفرات و به تمیزی و کثیفی هتل.
در کل اگر حوصله داشته باشین، وقت بذارین، دور بزنین، تا پارکینگ 8 خیلی خونه زیاده، یعنی خیلی خونه زیاده، قدم بزنید میتونید یک خونه معقول یا حالا دوبلکس یا رو به دریا رو قشنگ تهیه کنید و شب اونجا بمونید. و یک نکته دیگه این که شما هر چه به سمت پارکینگ 8 و 9 میدین تمیزتر میشه، چون اونجا مسافر کمتره و هتلاش ترتمیزتره بخاطر همین. قیمت این هتل هم که گرفتم 2200 بود برای یک شب که دو خواب بود و ترتمیز هم بود. واقعا هم ویوش قشنگ بود هم تمیزیش عالی بود. این کناریش همین سفیده هم دقیقا به همین صورت بود. این قیمتش چون آسانسور داشت خورده بیشتر بود، 2800 میگفت. اونم دو خوابه بود، طبقه 4، ویو هم عالی. دوستان اگر علاقه من هستید به شهر چالوس هم، که پیشنهاد میکنم ویدیوی بالا رو ببینید، هم از ساحل اونجا ویدیو گرفتیم و هم که از محل اقامتگاه ها، اونجا باز قیمتاش فرق میکنه. اونم میتونید حتما ببینید اگر دوست داشتین اونجا سفر کنید.
Thank you.